در روزگاران قدیم مرد فاضل و دانشمندی در شهر هرات زندگی می کرد. این مرد فاضل از نظر دانش و علم سرآمد مردمان خودش بود. او در رفاه و آسایش زندگی می کرد و هیچ دغدغه‌ای در این دنیا نداشت. فقط مدت درازی بود که شرایط همبستری و عشقبازی با پسر زیبارو برایش فراهم نشده بود و از این بابت خیلی تحت فشار و رنج بود. خواجه قصه ما یک همجنس باز تمام عیار بود. از قضا پس از مدتی پسری زیبارو و خوشقد و بالا وارد شهر شد. خواجه از این موضوع با خبر شد و تمام تلاش خودش را کرد تا با حیله و نیرنگ پسرک زیبارو را با خودش همراه کند. اما این مرد فاضل مشکل جا و مکان هم داشت. او هیچ جا و مکانی برای لواط نداشت. یک روز با خودش فکر میکرد که راهی به ذهنش رسید. او برای کار پلید خود مسجدی که همان حوالی بود را انتخاب کرد. در نیمه های شب با همان پسرک زیبارو وارد مسجد شد و در محراب مسجد که خیلی هم تاریک بود مشغول عشق بازی با پسرک شد که ناگهان تمام مسجد مثل روز روشن شد. مرد فاضل که از ترس داشت می لرزید با ترس به اطرافش نگاهی انداخت و دید زاهدی بالا سر آنها ایستاده است. زاهد وقتی که دید آن دو برهنه هستند و مشغول لواط هستند به شدت خشمگین شد و فریاد زد. به خاطر لواط و گناه شماست که خداوند رحمت خود را از ما دریغ کرده است. زمین ها خشک شدند و هیچ بارانی نمی بارد و خداوند نعمتش را از اهل زمین گرفته است. زاهد با چوبی که در دست داشت خواجه را دنبال کرد تا او را کتک بزند. مرد فاضل که دیگر پسرک را فراموش کرده بود فقط توانست از دست مرد فاضل فرار کند. همانطور که داشت از مسجد خارج می شد یک لحظه ایستاد پشت سر خود را نگاه کرد دید. مرد زاهد شلوارش را در آورد و مشغول لواط و عشق‌بازی با پسرک زیبا رو می باشد. مرد فاضل رو به مرد زاهد کرد و با کنایه گفت این همان مسجد و همان محراب و او همان شاهد است. چطور برای ما حرام و برای شما حلال است. خدا را شکر اکنون دیگر باران زیاد می بارد و زمین های خداوند سرسبز خواهد شد و خداوند نعمتش را بر ما عطا خواهد کرد. ای زاهد خدا ترس از برکت کسانی جان شما جهان رستگار خواهد شد. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکی دروز که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را می‌بیند و اهل معرفت ابلیسش را.